استاذ محترم، سوال دیگه است که آیا کسی که به کلیسا و یا ادیان دیگری که منسوخ شده دشنام یا توهین بکنه از دید اسلام عزیز چی است؟ و امروز میگه در فیسبوک ما از عیسویت چیزی گفتم، گفته شد که در دل خود کلیسا را بد گفتم. نظرتون در این رابطه چی است؟ اول اینکه خدمت شما عرض بکنم، این مسئله خیلی پیچیده هست. بله. پیچیدگی مسئله را از اینجا اندازه بکنین که الله عزوجل در قرآن کریم به صحابه ها، به پیامبر علیه السلام، یاران پیامبر دستور میدهد که شما معبودان باطل مشرکین دو نزنین. اگر اینها را دو زدین، فیسب الله عدوا بغیر علم، پس شکی نیست که آنها الله را با جهل و نادانی خود دشنام میدهند. خب در دنیای فعلی میبینیم که یعنی امپراتورها و قدرتمندهای جهان، قدرتایی که آنها خیلی به اصطلاح پاوری قوی دارن و گسترده به اصطلاح یعنی بیشتر دارن، آنها به می دو آدرس یهودیت و مسیحیت هستند، بیرون از اسلامی عزیز. متاسفانه که از عدم اتفاق مسلمان ها آنها استفاده های اعظمی کردند و خود آنها به جایهای در راستای رشد اقتصاد و یا اینکه پیشبرد صنعت و غیره آنها رساند. اونها باورمند به همین کلیسا و به همین بیع و بر همین صلوات و این درمساله ها و غیره هستند. متوجه شدید؟ اگر بر علیه اسلام عزیز از آدرسی از آنها تبلیغات و سرستا می شود و به اصطلاح بد گفته می شود و بر اسلام عزیز بر علیه منافع اسلامی تاخت و تاس می شود، باز علماء حق دارند که با منطق و با دلیل و با یک شیوه خیلی عاقلانه و مدبرانه و قاطعانه در مقابل این روش استاد شوند. و بیتر و خوبتر است که این سبب یک اتفاق و وحدت و اجتماعی از اینها می شود. اما بدون موجب یا بدون اسباب با آنها تاخت و تاس کردن، سببش این میشه که مسلمان هایی که زیر سیطره از آنها هستند اذیت میشوند و بر علیه اسلام و مسلمین آنها تاخت و تاس میکنند، اعتراض و انتقاداتی بی مورد خود میکنند. خوب و بهتر این هست که مسلمان ها فکرن یعنی منطقا یا حکیمانه یک برخوردی بکنن که خود به خود اینها از روی زمین این روش ها همگی نیست و نابود شود. فقط حاکمیت ان الدین عند الله الاسلام از آن اسلام عزیز باشه. جزاکم الله خیر.